بیننده های گرامی، ما دقیق در جایی هستیم که قبلا غرفه صوفی صاحب اشقری در اینجا وجود داشت که خوشبختانه بعض دوستایش هم پیدا کردیم که همراهشان گفتگوی می داشته باشیم. نام من محمد معین است، دادگاهم شوربازار کابل است. در حدود بیشتر از 50 سال که بچه بسیار خرد بودیم، متعلم مکتب بودیم. صوفی صاحب غلام نبی اشقری غرفهش به دومتری امی منزل ما است، به دومتری منزل ما اینجا قرار داشتند. صوفی صاحب یک شاعر مد و دربار نبود، صوفی صاحب شاعر بود که نظر و گفته خودش که یکی از روزا خداوند همی آلادرت ممزای شارا یک بچه داده بود. اونا نزدشان آمدن، کسر روان کرده بودن، نزدشان آمدن، برایشان گفتن که شما پیش صوفی صاحب اشقری برین در چارسوی سنگتراشی شوربازار. خداوند مرا یک بچه داده، نامش میلوایز گذاشتیم. اگر در رابطه بر امی بچه که مرا داده اشعار چیزی داشته باشه، ما دیگه شیشته بودم به دکان اشقری صاحب، به می غرفه اشقری صاحب، به اینجا امی نماینده ظاهرخان با موتر شولایت آمد. اینجا غرفه سیلو بود، از پیش غرفه سیلو در خورده نزد ما آمد. ازش پرسیدم کردیم که شما چطور؟ گفت ما از پیش پادشاه آمدیم. ما به صوفی صاحب گوشایش از را گرنگ شده بودک و قدش هم خمیده بودک. ما برش گفتم که صوفی صاحب اینا از پیش پادشاه آمدن. او یک کلام داشت صوفی صاحب که وقتی که برش امی بزرگوارا را یاد میکردی میگه او لا گفت مانیان، گفت که ای از کجا آمده؟ مفتر صاحب از پیش پادشاه آمده، خداوند پادشاه را یک بچه داده، نامش میرویز گذاشته، گفته که اگر یک چیز به وصف از این بتونین بگوین. فل بعدی صوفی صاحب مرا گفت قلم بردار، قلم گرفتیم و فل بعدی برش گفت جنسگران می طلبی پیشتر برو، جنسگران می طلبی پیشتر برو، جز درد و داغ نیست در دوکان اشقری. مرد شاگر دیگه مربوط فرهنگ مردمی است، جناب صوفی استفاده کرده، یعنی در اشعارش استعمال کرده که از نگاه کلمات یا لغات مدروک که امروز رایج نیست، البته از زبان مردم کابل آثار صوفی اشقری بسیار غنی است. امید شدن به فرهنگ مردم آثارش غنا بخشیده و اگر کسی بتواند زیر نام زبان مادری یا آباد بر جمعات مردم یا کلمات یا لغاتی که امروز مدروک است کار کنند، بهترین منبع یا مؤخر این آثار صوفی صاحب اشقری است. ما همیش می رفتیم امرای برادر پولان نیک محمد، پسر کاکاشیر ما، او بیادر خونده بوده که ما روزا همیجی بودیم، متعلم مکتب بودیم. بیادر اگل باز صوفی صاحب کم تکلیف داشت، باز یک دوست ما از جرمنی چیز روان کرده بود کمیر به صوفی صاحب بتین به خاطر تکلیف که برای ما پیدا شده بود. باز امی از جرمنی که آمد، باز ما و نیک محمد بچه کاکاشویرم یک جا شو رفتیم پیش اشقری صاحب.
که ششقریز هم گرفتیم در خانه خوردزاده خود یک کلبگه که بسیار خورد یک صندلیگه که موجه مانده بود او تک و تنها به صوفی صاحب باز ما موجه در آمدیم شیشتیم امرای صوفی صاحب گفتم صوفی صاحب استاد اسکر از جرمنی اینمی توفه را برد روان کرده به خاطر تکلیفی که شما دارین خیز شیشت از جای که وقت زمان شیشت دستای خود بالا کرد بر ما گفت گفت خداوند شما را عمر دراز بده استاد اسکر عمر دراز بده نیک جان گفت تا ما آمدی نیک محمد گفت گفتیم آسه و میره آوردیم خدمتتان گفت ما این جان گفت من خود مریض هستم ما بودم خداوند شفا بده صوفی صاحب گفت امی فل بعدی گفت گفت خیر خدایا دلم زنگ خطر میزند خیر خدایا دلم زنگ خطر میزند چرخ مگر بر سرم سنگ دگر میزند این آگاهی پیدا کرده بود اینا جمله اولی اولا رفتن به در گل اینا کسایی بودند که واقعا یا با مردم خسر و کار داشتن اشعار صوفی صاحب اشقری واقعا امرو سر زبان ها بر ما میگفت میبونم این جان شما را خدا امرو دراز بوده فردا ما نیستیم شما اشعار ما را مار زنده نگاه میدارید به خاطر که با هر جایی که برید امروز با امی هنرمندای ما برید ببینید اشعار صوفی صاحب اشقری است امی خواندن که چیز کرده بشیر وفا ای زلیخای عزیز یوسف و بازار آمده 40 سال پیش بیادره که گل من ایره خوانده بودم میگفتم اگر کسی باشه که ایره هنرمند باشه که ایره یک طرز بخونه چرا یک بار سوخته است و راستی که امروز دیدیم که امی هنرمند خوب خوانده از طرف چپ صوفی صاحب غلام نبی اشقری است نفر دوم از این کاکاشیر برادر خونده و دوست نزدیکش است که از همین شوربازار زادگاهش هم اینجاست کته و کلان شده نفر پیشوری که لنگی به سرش است چپن به جانش است میر صاحب قصاب کوچه است و عقب میر صاحب قصاب کوچه جوانی ایدری صاحب است پالوی ایدری صاحب فکر میکنم که یک صوفی صاحب به نام صوفی خسته میگفتم یا شایخ صاحب جمال است که اونا هم شاعر بودن نفری که نکتایی داره کلاه به سرش است استاد خلیلای خلیلی است نفر آخر عبدالحمید اسیر است بدلشناس شاعر راستی واقعا در افغانستان ما از عبدالحمید اسیر کرده بدلشناس کسی نبود استاد سراوان از عبدالحمید اسیر آموخ بدلشناسی را که تا وکنون اونا نامایشان زنده است برادر محترم این عکس یادگاری است که پیش ما سک دگر دگر یه دو باید دست دگر قبل هم میخوانم آبوهان سهرایی بر عیادتش آیم آبوهان سهرایی بر عیادتش آیم چشم یار بیمار است پشت گفش میگرد تیشه کوکن میزد سنگ این سخن میگو تیشه کوکن میزد سنگ این سخن میگو کار عشق دشوار پشت گفت شلیل یوسف آینام خدا ببخشید شاگر قبیه بود و ادبیات شناس نیست وقتی که یک غزل صوفی اشقریه خونده بود یا شنیده بود می گفت ای کاش
احمد یا آتشاوش از صوفی می بود و می چند باید از آدنه او قدر چنین راستی یاد نظر سمیمیت در آوت قرار فضای چشمم ناکت شبانی ها فضای چشمم ناکت شبانی ها جگر خونی چرا خاکت شبانی ها اگر چی از ادب بسیار دور است اگر چی از ادب بسیار دور است غبار دامن پاکت شد یک روز با عزرت صوفیش قدیه در دکان صحابیش تنها نشسته بودم یعنی آجی لنگر زمین و صوفیش صوفی خطاب با آجی لنگر زمین میگوید که آجی سید من میدانم که شما شعر خوب با توجه با نفس شعر با معنای دقیق آن خوب میفهمید و میشناسید و شما آن سوی دوستی معاشرت و مسائل عاطفی و شرم حضور نظر خدا در مورد شیع من بگوید آجی لنگر زمین اول روی خندم بکنم باز خطاب با عذرت صوفی میگوید که بود صوفی شکر بکش که در ملک من و شما مردم شیر بهوز رنگی که باید باشد نمیشناسد با شکر بکش که مردم ما شیر نمیشناسد فهمیدیم و بعد میگه صوفی دمون که شیرک لالایش همون شیر گفتم میشود و عشاق حافظ همون شیر گفتم آیا کز میتواند که در موارد شیر با معنای واقعی آن صحبت و بعد مرحوم آجی لنگر زمین با صوفیش قدیم میگرد که صوفی شما باید بفهمید و فهمید نباشید که هم از شخصیت و هم از شهرت خوشم میاد
من شخصیت دارم، خوش دارم و خوشحالم. بدتر از این نمونم یک سلسله شهار آجیز نگرستنی. بدتر از شبوت دوست داشتن یا بیسوف یش قدیره میگه من این افیه دیرم بی خانم که گواهی از شبوت از محبت من هست بات ام سر سر بی قدر نایی در نایستان نشکن سار ام را زگر به شاهای دوران نشکن عبیات عظمی قدرن می خواند قد رویتم از جو عبیات که ما پیشتر خونم وجی عبیاتم که با فزیم هست بدور قامتت بسیار گشتم مرا زین بیش سرگردان مکنی یا ایدار ایتن ها شبه خوند بلکش بگوشم آمد آواز حلقه در دلکش بگوشم آمد آواز حلقه در ای هم دمان ببینی کن مای نو نباشد دیگر ایوه جان را با شوق چشم تو مستانه دادهم جان را با شوق چشم تو مستانه دادهم جوشت شراب از رگ سنگ مزار من جان را با شوق چشم تو مستانه دادم جوشت شراب از رگ سنگ مزار من فضای قد بلندت شبم در این دوران غلط نشه آفزه گای غلط میکن شهیده ناز و خرامت شبم در این دوران بهر کجا که قدم میگی مزار من بهر کجا که قدم میگی مزار صوفی غلامنبی عشقری به عمر 87 سالگی در نهم سرطان سال 1358 خورشیدی جان به جانان سپرد و در اینجا در شهدای صالحین به خاک سپردنش.
با دریغ و درد که صوفی غلام نبی عشقری امروز در میان ما نیست، اما اشعارش همیشه در ذهنها ماندگار است و روحش شاد، یادش گرامی. زنده باشی یار من، زنده باشی یار من، آینوارم ساختی. زنده باشی یار من، آینوارم ساختی. پارسا و صوفی و شب زنده دارم ساختی. در جهان گمنام بودم، قیمت و قدرم نبود. در جهان گمنام بودم، قیمت و قدرم نبود. صاحب نام و نشان و باوقارم ساخت. از سر اخلاص هر که دست می بوسد مرا، از سر اخلاص هر که دست می بوسد مرا، متقی و عابد و پرهیزگارم ساخت. زنده باشی یار من، آینوارم ساختی. پارسا و صوفی و شب زنده دارم ساختی. گرچه پیرم در بر من دل جوانی می کند، گرچه پیرم در بر من دل جوانی می کند، در خزان برگ ریزان نوبهارم ساختی. پیر و برنا این زمان آید دعا خواهد ز من، پیر و برنا این زمان آید دعا خواهد ز من، از کمال حسن خود حاجت برارم ساختی. از کمال حسن خود حاجت برارم ساختی. تا نبودم آشنایت ذره از من آر داشت، تا نبودم آشنایت ذره از من آر داشت، قطره بودم تو بحر بیکرانم ساختی. زنده باشی یار من، آینوارم ساختی. پارسا و صوفی و شب زنده دارم ساختی. خامکار افتاده بودم سالها از تنبلی، خامکار افتاده بودم سالها از تنبلی، چست و چالاکم نمودی پختکارم ساختی. چست و چالاکم نمودی پختکارم ساختی. صدقه این دستگیری ها و یاریت شوم، صدقه این دستگیری ها و یاریت شوم. باغی بودم بنده پروردگارم ساختی. باغی بودم بنده پروردگارم ساختی. عشقری گفتار شیرینت سراپا حکمت است. عشقری گفتار شیرینت سراپا حکمت است. در دو عالم شاد باشی هوشیارم ساختی. در دو عالم شاد باشی هوشیارم ساختی. زنده باشی یار من، آینوارم ساختی. پارسا و صوفی و شب زنده دارم ساختی. تا درود دیگر بدرود.